سلام، وقت شما بخیر. به برنامه یک روز با من با من جمشید احمدی خوش آمدین. آرزو میکنم جور صحتمند و سرحال باشین. بازم در خدمت شما هستم، البته با یکی از جوانای نخبه، یکی از جوانای قهرمان، ورزشکار خیلی خوب. و ما هم خواستیم در برنامه یک روز با من ببینیم که دست مبخات این قهرمان یا این ورزشکار ما چی هست، چی کارها کرده، چی کارها میکنه و در این شب روز در صفحات اجتماعی میگن قوقا برپا کرده. نمیشون دلیل اصلی و اساسی، درد اصلی و اساسی در کجا هست. شما میشناسین محمود ایدری، کسی که مدال جهانی را از آن خود کرده. سلام محمود، صبح بخیر. سلام جان چجان، صبح خودت بخیر. نام خدا چچک، خوش آمدید. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر. اجازه بدین که سلام عرض ادب داشته باشم خدمت همه بینندگان تلویزیون آریانا و تشکری بکنم از شما که مرا به برنامه زیبایتان مهمان کردین. در خدمت شما هستیم. خوب است در اول صبح ما را گیر انداختین و دیگه از برنامه صبح ما آغاز میکنیم. ما خواستیم بیشتر بدونیم که محمود اول صبح کجا می باشه، اما آگاهی حاصل کردیم که محمود فعلا هم غافلگیر در خانه است، با طفلک بله. خود بازی میکنه. جمشید جان، من معمولا وقت بله. صبح از خواب دخترک هم نام خدا شوخ است، از خواب که بلند میشم بعد کدیم دخترک خود ببینم، دخترک خود ببینم و بعد از اون این رو از خواب بلند میکنی دیگه بیا ورزش. نه خودش هم نام خدا سرخیز است. از طرف صبح باز میرم به طرف جیم و ورزش های خود، چون خود دجریان هستی. من ورزش قهرمانی خود به دلایل مشکلاتی که در ورزش افغانستان است استاب کردیم، و اما مبارزه خود، مقابله خود در راستای اصلاحات و تغییرات در عرصه ورزش هنوز استاب نکردیم، ادامه دادیم. و یکی از منتقدین سالم ورزش افغانستان در واقع شناخته شدیم و همیشه نقدایی که بر ورزش افغانستان داشتیم فقط به خاطر اصلاح ورزش بوده، به خاطر از اینکه قوی ظاهر بشیم، مبارزه بکنیم. شما خودتان میفهمید که باید هم نیروی فیزیکی قوی داشته باشی، هم نیروی فکری. ورزش یک چیز بسیار حساسی و نیاز جدی هست که آغاز روز ما با ورزش است. ما خواستیم که تقسیم اوقات امروز تا بفهمیم که محمود چگونه یک تقسیم اوقات داره و کجاها میره و چی کارها، چی پلانها در یک روز طراحی کرده. خب شما دیگه روز آخر هفته هستین، دیگه روزی است که ما این روز به رخصتی خود تخصیص دادیم و خبر نداشتم هم شما میایین. حالا ما را از اول صبح گیر انداختیم. من امروز معمولا برنامه زیاد تفریحی است و بعد از او برنامه را که برا انداختیم، برنامه کمپاین ورزشکارای معترض افغانستان در ارتباط به ارزش مدال جهانی، آسیایی، تفکیک ارزش مدال ها، جایگاه ورزشکارا، معاش ورزشکارا و بالاخره مسائلی که مرتبط به ورزشکارا است، که برنامه رو اندازی کردیم که شما شاید خواهد بودین که ورزشکارایی که با ما میان دیدن میکنن از یه روند ما حمایت کردن، دیدار خود داشتیم. و همچنین برنامه های امروز زیادتر برنامه های تفریحی است، چون خسته میشم زیاده طول هستن و باز دوستایی که تقاضا میکنن ببینن ما و در روند ما حمایت ما میکنن، یک جا میشن، اونا رو باز دیدنشان خاص کنه رد نمیکنیم، میبینیمشان در طول روز. با طفلکتون ورزش میکنین، یک جا میره یا تنهایی میره؟ نه تنها میرم. طفلکم امروز روز واکسینش هست، این طفلک باید به مادرش تسلیم بکنه، اینه که بسیار شوخی میکنه، باز این به تمام عمرات ما مزاحمت میکنه در جریان روز. بیاین خیلی بریم بخیر به طرف برنامه روزانه ما. من فقط ایره تسلیم به مادرش بکنم، بعد از این ما شما در خدمت مردم و بینندگان عزیز خود هستیم. تشکر. به کدام خواسته هایت رسیدی محمود؟ به کدام خواسته هایت نرسیدی که میخوای مبارزه بکنی که تو برسی؟ بله، در ورزش چیزایی را که دوست داشتم، مدال هایی را که میخواستم، به اون مدال ها رسیدم جز المپیک.
خب دوستای عزیز، اول صبح است. معمولا من در صبح ورزش میکنم، ورزش فیتنس به خاطر آماده سازی بدنم. شما در جریان هستین، ما برنامه قهرمانی خود استاپ کردیم، تمرینات برای قهرمانی خود استاپ کردیم، فقط برای آماده سازی جسم و ذهن خود تمرین میکنم. انشاءالله که بتانیم برنامه بعدی را اما هنگی خوبتر داشته باشیم. ما حرکت های کششی و نرمشی خود در هفته میخوایم که در ماشین کم پیاده روی کنم و بعد از او دوش باز هستیم در خدمت شما هستیم. اگر شما ورزشکار هستید یا ورزشکار حرفه‌ای نیستید، میتونید صبحانه همیشه ورزش بکنیم برای نیم ساعت تا یک ساعت بسیار آهسته، چون خیلی میتونه کمک بکنه شما را در برنامه فعالیت های روزانه تان که فعال تر باشین. و این خاطر من همیشه از طرف صبح یا کوهنوردی میکنم یا به جیم تمرینی میام برای ورزش کردن. دوستان عزیز، برنامه امسو به ورزشی من خوب است. همراه جمشه جانم پارتنر است و جمشه جان یکی از پهلوان های بسیار خوب کشور بودن، البته نمیخوام اسبق بگویم یا حالا جریان داره، از بال فکر زدنش معلوم میشد که همون اسبق درست است. محمود خودت خود در جریان هستی که آسیبه که چی میگن دشمنای وطن برای من؟ بله آه. نه ورزشکار هم میبینن، نه انسان هم میبینن، خلاصه این مطلب آسیب پذیر بله. هستم به او اساس اجازه دکترم نیست که من ورزش یا براسی ها خداوند همگی ما شما را از شر از این انسان هایی که ضررشان به همگی انسان های مسلمان چی مسلمان چی غیر مسلمان میرسه نجات بده. شکر که خوب هستی، بخیر گذشت. بریم به طرف سونا، یک سونا بریم کم آب بازی بکنیم. خوبه، عضلات الهی شود، عضلات الهی شود. میری همراه من؟ چرا نه؟ جمشید عزیز جان، بعد از اینکه من همیشه صبحانه ورزش میکنم، همیشه خود نمیشه که هفته یک روز دو روز هم بس از بالا میام پایین یکم آبوزی میکنم و بس جکوزی سونای خوش، به خاطر از اینکه همین عضلات بدن خود ایلا کنه راحت شد همیشه استفاده میکنم. خوب شد امروز خود تام امرای من هستی. امید است که تمام دوستایی که ما را بیننده بودن از اول صبح خسته نشده باشند. یکی از رفیقای بسیار دیرینه خودم به نام مختار جان، بعد از 6 سال دیدم در حوض آب بازی دیدم شهر. مختار جان هم از مسکو آمدن، تحصیلات داشتن 4 سال پیش رفته بودن، حال آمدن
خوشحال شدم اینا دعوت دیدم. یعنی سرگرمی بر ما شما جوانا و ورزشکارا غیر همی فضای آبوزی و اماکن ورزشی ما آبوزی بهترین تفریح سالم همی ورزش است و خوشبختانه در افغانستان هم فضای ورزشی و اماکن ورزشی زیاد خصوصی و دولتی ایجاد شده. امیدوار هستم پارک‌های خوبم برای مردم عام جور شود که مردم عام مثلا بیش سفید بیش سفید جوان هم جوان بتونه در پارک‌ها برن پیاده روی کنن قدم بزنن در فضای امن و صاف. این هم بسیار خوبه. خود دستمانه پاد کمتر است اما که تو فضا زیادتر شده استفاده بکنن خوب است. در مجموع ورزش همه چیز خوب است. با اینی آب جوش فکر میکنم برامو کوفت عضلات گرفتگی کشیدگی عضلات خیلی مؤثر واقع میشه برای رفع خستگی عضلاتی که بعد از اینکه آب بازی میکنیم و ورزش سنگین یا فیزیکی انجام میدیم برای رفع خستگیش و هم گفته خودت عامیانه گفتینی میکنه بسیار خوب است. متا زیاد بودنش آدم را سست میکنه. من را شخصا تو اگالت های بس است اگر کافیست همه قدر کافیست برین دو یک خودم را دو نمیسن آسیم. وقت صبحانه است و صبحانه ما آماده شده. ببینید که ورزشکار تان چی صبحانه استفاده میکنه و من از جمشید جانم خواهش میکنم بیاین همراه من خاطر که باز تنها صبحانه مزه نمیتر مهمان هم هستن. جمشید جان خواهش میکنم بیاین همراه من صبحانه بخوره. ببینید که بعد از صبحانه باز میریم به طرف کارهای روزمره بعدی خود انشاءالله. به قهرمان هم که صبحانه میشنن یا ورزشکار ها؟ نه در مجموع ورزشکارا و قهرمان هم همیت صبحانه صبح اما بسیار ما قوی. یعنی من شیر میخورم. من معمولا از طرف صبح شیر میخورم و شیر من سرد است. من شیر گرم میکنم به خاطر که عادت کردیم همینطور به شکل ورزشکار های حرفه ای چون در بیرون همیشه میبینم ورزشکار های حرفه ای را که شیر سرد میخورن حتی در صبحانهشان جوس میخورن جوس مالته بازی عادت شده بر ما. من فکر میکنم فایده هم زیاد دارد که جوشانده شود. من استفاده میکنم ورزشکاری که صبحانه نخوره یا ورزشکاری که صبحانه میخوره چقدر چی تفاوت داره؟ جمشید جان در مجموع غیر از اینکه ورزشکار باشیم یا نباشیم صبحانه خوردن خیلی مهم است در روی فعالیت‌های روزانه هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ فکری. یعنی کسی که صبحانه میخوره میتونه که تعادل وزن خود همچنان در طول روز حفظ بکنه و همچنان بتونه که مسائل فیزیکی و فکری خود همچنان کنترل بکنه. صبحانه خوردن خیلی مهم است. اگر چاشت کم بخوریم شوک اصلا نخوریم هم خوب است مهم نیست یعنی تاثیر مثبت داره اما صبحانه را کسی نخوره بسیار میتونه روی برنامه فکریش و جسمیش تاثیر منفی در مرور زمان داشته باشه. به خاطر صبحانه خیلی مهم است و من صبحانه را خیلی قوی میخورم. زیتون دوست دارم، عسل دوست دارم، این چیزایی که خودت میبینی تخم مرغ، بانجان رومی چیزایی است که من واقعا دوست دارم به خاطر صبحانه. چیزی که خودت اگه دوست داری کم است مرا بگو که من نه کاملا بیارم از بیرون بیارم از آشپزخانه برات درست میارم. تشکر. گاهی وقتها کتابایی که فرعی مطالعه میکنم چون رشته من علوم سیاسی بوده لسانسم و ماستری روابط بین الملل من آموزش دانش سیاسی را مطالعه میکنم و کتابای دیگه که مرتبط به جامعه شناسی است و روانشناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی و مسائل روابط بین الملل مطالعه دارم و این کتابم که خواندم و این بار دوم است که اکیداً میخوانم که بعضی جایش فراموشم نشد. این کتابم مسائل مثل
مشروعیت چیز قدرت سیاسی، روانشناسی، سیاسی جامعه شناسی و مسائل دیگه که مرتبط به نظام های که در جهان وجود دارد، دموکراسی از نظام های دیکتاتوری است و مسائل دیگه علاقمند هستم و این کتاب خواندیم، بازم دوباره میخوانم و کتاب های دیگه و توصیه میکنم شما هم مطالعه داشته باشید. چون در این روزا زیادتر روی جنبش ها و انقلاب ها مطالعه دارم، چون ما یک جنبش را بخواستان در جریان هستیم به نام جنبش ورزشکاران معترض برانداختی، میخوایم معلومات ها در رابطه به جنبش هایی که در گذشته در تاریخ اتفاق افتاده و انقلاب ها مطالعه بکنم و آگاهی بیشتر پیدا بکنم با چالش ها و موانعی که در سر راه انقلابیون وجود داشته، چه سختی ها را دیدن و بالاخره با چه مبارزات و سختی ها و چالش ها به هدف چطور رسیدن. هم معلوماتم زیاد میشه، هم انگیزه میگیرم وقتی که میبینم انقلابیون که با یک نفر و دو نفر و سه نفر انقلاب کردن و بالاخره به اهداف خیری که اونا داشتن بعد از مدت ها رسیدن. جمشه جان عزیز، قسمی که خودت شاهد برنامه های محصوب تا پیشین یا چاشت بگویم بودی و ما همه کارهای خود با عجله انجام دادیم و حتی صرف نان و چاشت هم از بیرون خواستیم به خاطر از اینکه ورزشکارهای دیگه هم در راه هستند، کسایی که به صرف جنبش ما میپیوندن آمدن و بعضی دوستا در راست هم میرسن زودتر نان بخوریم که باز اونا میان به خاطر کمپاین ما. شما ما به یک عقیده بودیم که محمود حیدری جدا از اینکه قهرمان ورزش تکواندو هست خوب غذا هم بلد است که پخته بکنه، اما متاسفانه که امروز امکاناتی نبود که خودت با دستپخت خود غذا آماده میکردی. دوستای عزیز، قسمه که شما در جریان هستین، اداره ورزش افغانستان و المپیک افغانستان متاسفانه مشکلات خود کمی و کاسی های خود دارد در قسمت ورزشکار افغانستان، از جمله 1000 افغانی ماش یا اصلی یک ورزشکار و در نظر نگرفتن پیشکسوت های ورزش افغانستان و قهرمانانی که از جهان و آسیا و منطقه مدال دارند برزنی ها کدام امتیاز قائل نشدن و نیستن. به این خاطر ما خواستیم که به نمایندگی از جامعه ورزشی افغانستان یک برنامه را بندازیم و به حمایت از ورزشکاران، جامعه ورزشی که هیچ گونه تعرض بالای شخصیت کسی، بالای خصومت شخصی با کسی نمیتونه داشته باشه، فقط به خیر صلاح ورزش افغانستان است. برنامه های متعدد داشتیم، از جمله برنامه که امروز ما روی کار داریم، کمپاین و هشتک را که روی دست داریم، این هشتک است که ارزش مدال جهانی کمتر از مدال المپیک نیست، امتیاز مادی و معنوی ما کجاست. منظور از این پیام ای است که در ورزش افغانستان یک نفر یا دو نفر کسایی که مدال المپیک دارن ماش دارن، ماشای مادام العمر که 80000 افغانی تا 100000 افغانی فکر میکنم هست و پیشنهاد تربیت بدنی، اما پایین تر از مدال المپیک مدال جهانی است، مدال بازی های آسیایی هست، قهرمانی آسیا است، بین المللی هست، منطقه ای است، اینا درجه خود دارن که یک درجه پایین تر از مدال المپیک است، اما بر از اینا هیچ نوع امتیاز بر قهرمان های این مدال است مدال ها وجود نداره. به خاطر ما برنامه را راه اندازی کردیم و ما عکس خود در فیسبوک انداختم با این مدال هایی که ما در دست خود میگیرم، یا فقط مدال های جهانی است که 2 مدال طلا و 1 نقره و 1 برنز از جهان است و 6 مدال بین المللی دیگه هم دارم، چون
قضیه ما مدال جهانی جسد کرد شدم، من فقط مدال جهانی خود به گردن خود انداختم و اشتک دادم. خب دوستان عزیز، بسیار خوش آمدین بازم دوباره. قسمی که برای شما گفتیم بعد از نان، یک تعداد از ورزشکارای عزیز ما به خاطر حرکت را که در رابطه به دفاع از حق و حقوق ورزشکاران ما همه زیر یک چتر آغاز کردیم میآیند و از این حرکت ما حمایت میکنند، اگرچه که استاد احمد فیروز سخیزاده یکی از مربیای خوب، البته سرمربی اتلتیک افغانستان هستند، در این برنامه از ابتدا با ما بودن. ورزشکارای دیگه که علاقه مندی داشتن در ششان قهرمانای اتلتیک با ما پیوستن و استاد فیروز امروز این ورزشکارا را مورده از نزدیک با ما صحبت بکنه و برنامه ما قسمی که در جریان هست، یعنی استاد فیروز که حرکات ما قابل توجه شده، یعنی انعکاس خوب داشته از طریق رسانه، صفحات اجتماعی و یکی دو سه مصاحبه که امروز ما داشتم در ارتباط به این مسئله ما تانسته که پیام ما حداقل به گوش مسئولین برسه. دوستان عزیز، یه از شعار ما ارزش مدال جهانی کمتر از المپیک نیست، امتیاز مادی و معنوی ما کجاست؟ منظوری است که ما چی امتیاز و چی ماشه برای خود و خانواده خود از آدرس ورزش و مدال های جهانی خود داریم، چون هیچ کس ماش نداره جز یکی دو نفر که ماش های گزاف دارن، اما سایر مدالستان نداره. ما به خاطر حق او را اشاره داریم و مبارزه میکنیم تا بالاخره به جایگاهشان ورزشکارا برسن و بحق خوب شد. خب دوستای عزیز، این بود یک روز برنامه با من محمود عیدری. امیدوار هستم که از ای که با من در یک روز بودین خسته نشده باشین و مصروفیت های یک ورزشکار همی بوده. امیدوار هستم که خسته نشده باشین. یک ورزشکار که فعلا از قهرمانی دور شده و روی اصلاحات و تغییرات بنیادی در کل ورزش کشور کار میکنه و امیدوار است که به حق حقوق تمام ورزشکارای کشور رسیدگی بکنه و یک جنبش ها و حرکت های ما مؤثر واقع شد. جمشید جان مرا تنها گذاشتم و در اخیر میخوایم یک تشکری از خودش و از برنامهش داشته باشیم. خسته نباشید محمود. بسیار زیاد تشکر از اینکه ما را یک روز با ما بودین و معرفی میکنین و دوستا و مردم آشناتر شون بیشتر. لطف کردین. تشکر. ما همه کار کردیم. قهرمان ورزش تکواندو افغانستان که مدال های جهانی داره. امیدوار هستم که محمود از ورزش تکواندو مخصوصا از مسابقات خدافزی نکنه و امروز با محمود خیلی خوش گذشت و شما هم تقسیم اوقات یک روز محمود فهمیدین که محمود عیدری چی کارها کرده و چی کارها میکنه و انشالله که موفق بدرخشه تا هفته دیگر که باز هم جمشید امید در خدمت حاضر میشم و همه شما را به علای منان مسپارم. بدرود.